سلام پسر مریض داریم؟ دختر مدرسه ای داریم؟ خب امروز روز اول مدرسه هست الیسا و امروز قراره فقط بریم معلمشو ببینیم، کلاسشو ببینیم، دوستاشو ببینیم. پسرمونم مریضه. وای چهار روز بعد جور مریضه بچم. همه چی با هم. الیسا بارو تو ماشین. خب ما عجله ای بدون برخ آماده شدیم که بریم. عافیت باشی بچه. اصلا دوست ندارین ببینین صحنه رو. الیسا مامان پسرم اصلا حالش خوب نی. دخترم یه هپی اکسایتد. دخترم با چتری جدیدش یه شکل دیگه شده عزیزم. اونو نگاه. خب ما خیلی دیرمون شده. بریم مدرسه. خب ما ساعت 9 بعد اینجا باشیم. الان 9 تا 11 بعد میریم خونه. بعد فردا الیسا دیگه مثل روزه عادی خودش میاد. بریم ببینیم چه خبره. منتظریم تا بریم تو باباقه مامانا. اولیه کلاس الیسا هست. خب چقدر اول شده الیسا اومی کتا یعنی چطریه کتا. روش قرمز هم زده. رد لپستک. A lot of charts. First, I had my school. Now I'm going to this school. Wow, amazing! Yes, my school is done. Uh-oh, it's okay. Wow, what do you have in your hand? Toy? No, she's not a toy. She's magical. Really? کسی نایمده تو ترافیکن احتمالا دیر میرسن. الیسا فعلا تنها اینجاست. معلمش حال میکنه. خیلی کلن خجالتی با همه حرف نمیزنه ولی خیلی جالب با معلمش در اول صحبت کرد. آروم بود و جواب همه سوالاشو داد. خب بیمینون اکتیویتی دارن. الیسا کجاست؟ Last class is Elisa. Elisa is here. Mama, look at Elisa. Come, Mama, come. Tetin. Go bring your Tetin, Mama. Yalla. داغه داره بچه هم تازه شد. کم ماما کم کم let's go play with Elisa. واو ماما برامون تدارک دیدن. اینجا محوطه باز بچه هاست. واو قراره بازی کنن. Thank you.
چاقه ماشین دل دختر من مونده بود از وقتی که ایسر اینجا مهد داشتیم، دلش میخواست بره توی ماشینه. بالاخره به آرزوش رسید. ای ماما ایسا نه ماما مال ایسا چی سایو نه ماما گذاشت صندوق ماشینش قد دعوا کرد. ای ماما let the baby play then you will play. ماما I cannot. Please. How did you go up? Because I have cheese. اصلی رو یاد میگیرن، نه عربی که محاوره ایه، یعنی برای بچه هم جدیده. اینم نوشتنشه. اینجا از 2 سال پیش شروع کردن برای بچه ها، یعنی از KG1، یعنی تو 3 سال پیش دبستانی از کلاس اولشون شروع میکنن. ولی مدرسه الیسا اینطوری نبوده، حروف رو یاد میگیرن. اینم عدداست. بچه من خودم که نهی فهمم. فکر کنی الیسا بخواد اینا رو بخونه. این هم کتابای انگلیسیشونه که مال کمپیوتره. کتابا خونه نمیاد، همه کتابا میمونه مدرسه، مثل مدرسه قبلی همه کارا توی مدرسه انجام میشه. این هم برای نوشتنشونه. این هم دفتر مشقشونه دیگه، اکتیویتی همه این توه. کتاباشون همین است، این ها انگلیسیشه، اون هم عربیشه. خب ما بالاخره برگشتیم خونه، برق نداریم. و اینکه عیسی خیلی بد حال بود، با خودم آوردمش، همون 2 ساعتی که اونجا بودیم موند. و اینکه خیلی مهربونن مثل همیشه. خیلی تعدادشون کمه تو کلاس، فکرم 4-5 نفر بیشتر نباشن، حالا شاید هم بیشتر باشن، من نمیدونم، ولی من ندیدم. و اینی که الیسا که خیلی خوشحاله، خوبش اینه که با همن. این که دیگه اومدیم دیدم ماشین پنچره، چی رفتم اینجا بغل خونمون، یه مرکزیه خیلی خوبه، روغن عوض میکنه، مکانیکیه، ولی خب شرکت خیلی بزرگ. حالا خیلی هم میگین که چرا الیسا مدرسه انگلیسی داره میره، چی شد فرانسه یا شد انگلیسی؟ خب ما تا رفتنمون معلوم نیست من چقدر اینجا مونم. مدرسه الیسا نصف شهریه، اینجا شهریش هم به دلار هم به لیره لبنانه، نصف شهریه به لیرشو و نصف شهریه دلارشو اول میخواد. یعنی حالا من اگه یک ماه دیگه کارم جورشه بره، پول نصف سالو باید بدم.
و خیلی دوست داشتم که اونجا بره، ولی معلوم نیست، واقعا برای ما معلوم نیست. من بچه رو کمپ تابستون نذاشتم، گفتم میخواییم بریم، الکی پول میدیم هرر میشه، 3 ماه بچه، حالا 3 ماه که نه، 2 ماه تو خونه مون. متاسفانه دوست ندارم که این شانس ها از دستان، چون واقعا معلوم نمیکنه کار ما که کی درست میشه، هر دفعه یه برنامه داریم برنامه عوض میشه. برای همین گفتم حالا چیزی از دست که نمیده، پیش تابستانی زیاد مهم نیست، و اینکه حالا بریم اونجا اینم کی میرسم، میتونم ثبت نامش بکنم برای پیش تابستانی ادامه بده، اگه نه که براش آنلاین معلم فرانسه میگیرم از لبنان که آنلاین باش کار بکنه، و کتابای خوب انگلیسیش هم داره، کتابای عربیش هم داره، اونا رو هم خودم میتونم باش تو خونه کار بکنم تا کلاس اول ببینیم کجا میذاریمش. یه دونه مدرسه فرانسه هست توی بحرین که فکر کنم حدوداً 7-8 هزار دلار سالیانه شهریه‌شه. تنها مدرسه فرانسه‌ای که پیدا کردم آنلاین، حالا باید برم ببینم اونجا، یعنی مدرسه آنلاینی من آنلاین پیدا کردم، باید برم اونجا ببینم مدرسه دیگه ای هست یا نه. اگه نباشه که انگلیسی اگه بذارمش کلاس فرانسه، زبان فرانسه میذارمش به جای. واقعا خیلی دوست دارم که این زبان رو یاد بگیره، چون توی لبنان و خیلی جاهای دیگه به نفعشه و خیلی دوست داره. کتاب عربیش جالبه همونطور که دیدین. خوبیش اینه که چیز خونه نمیاد دیگه، همش تو مدرسه انجام میشه و آره خیلی خوشحاله، خیلی خوشحال، خیلی حوصله‌اش رفت، خیلی خسته شد این چند وقت که خونه بود همش، بعد عیسی میرفت مهد این حسودی میکرد، خیلی ناراحت بود. اینم از برنامه ما با مدرسه الیسا، و اینکه خیلی خوشحالم که با من همراه بودین. اگه تا الان سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب بکنه. خیلی ممنون از اینکه حال احوال ما رو میپرسین و مثل همیشه دوستتون دارم. تا ویلوگ بعدی خدا نگهدار.